سلامونه د ولس خبرونه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. دا ځل مو هوډ وکړ چې مونږ سره ښکلي پروان ولایت ته لاړ شئ. نو راځئ چې سفر له همدې ځای څخه پیل کړو. پروان ولایت زمونږ د هیواد له 34 ولایتونو څخه یو ولایت د مرکز چاریکار دی چې له کابل څخه 45 کیلومتره واټن لري. د معلوماتو له مخې پروان له 9 ولسوالیو څخه جوړ دی چې 1302 کلي لري. پروان ولایت په شمال کې له بغلان، په ختیځ کې له کاپیسا او پنشیر، په جنوب کې له کابل، میدان ورداګ او په لویدیځ کې له بامیان ولایت سره نښتی دی. د پروان ولایت مساحت د یو شمیر سرچینو له مخې شاوخوا 15915 کیلومتره مربع اټکل شوی، خو یو شمیر نورې سرچینې د دغه ولایت مساحت له دغه شمیر څخه زیات یا کم بولي او 9 ولسوالۍ لري. بګرام، جبل سراج، سالنګ، سرخ پارسا، سیدخیل، شیخ علي، شینواري، کوی صافي او غوربند. د دې سیمې لا ډېرو معلوماتو لپاره له نیکمرغه ښاغلی عبدالغفار روفي چې د سیمې یو فرهنګي شخصیت دی په خپرونه کې له موږ سره دی. له نوموړي څخه به د دې سیمې په اړه واورو. کلیوال صاحب تشریف آوری شما را با همکارانتان به ولایت پروان خوش آمدید میگیم. با شما بهتر معلوم است که ولایت پروان که در شمال کابل موقعیت داره یکی از ولایات سرسبز، باستانی، تاریخی و دارای جاذبه های توریستی مهم می باشه. این ولایت که هم سرحد است با ولایت پنشیر، ولایت کاپیسا، ولایت بغلان، ولایت بامیان، میدان وردک و کابل یکی از ولایت های تاریخی در سطح افغانستان به شمار میره. مردم ولایت پروان مردم فرهنگ دوست، مردم مهمان نواز، رسم و رواج های مختلف در این ولایت وجود دارد. اقوام مختلف در ولایت پروان با یک روحیه عالی، وحدت و برادری زندگی می کنند. ما ساحات تاریخی داریم، جاذبه های توریستی داریم که همه ساله شاهد سرازیر شدن و بازدید کنندگان صدها تن از هموطنان ما تا مهمانان خارجی و داخلی از ولایات مختلف در اینجا به سیاحت میان، به تفریحگاه میان، از آبدات تاریخی، از جاذبه های توریستی در سطح ولایت پروان بازدید میکنند. ولایت پروان داشته های فرهنگی خاص خود داره، فولکلور و واژه های خاص خود داره. ولایت پروان در گذشته نظر به روایاتی که وجود داره و منطقه پورانا بوده، چرخ ابریشم میگفتن. واژه های مختلف وجود داره که انشالله در این بخش ها کتاب ها چاپ شده، معلومات تاریخی است که سر زبان ها این موارد بسیار از گذشته ها تا به امروز سینه به سینه نقل کرده و در میان مردم رواج داره. بدون شک ولایت پروان دارای مکانهای تاریخی زیبا و دیدنی مثل اسطوپه توپدره است، مثل تپه گلغندی است که در غرب شهر چاریکار موقعیت داره. امو زیبایی های خاص خود داره که همه ساله میزبان هزاران تن از هموطنان ما می باشد. میریم طرف اسطوپه، از اسطوپه انشالله برگشت میکنیم، میریم گلغندی را میبینیم، ساهای دیگر را معرفی میکنیم. د نړۍ له څلورو اړینو او لوی امپراتوریو څخه یو هم د کنشکا امپراتوري وه. وایي چې کنشکا په ډیرو سیمو کې ډېرې سترې ستوپې جوړې کړي دي چې یوه یې په توپدره کې ده چې دا مهال یې لیدو ته روان یو. قسمی که ما شما از مرکز حرکت کردیم به طرف استوپا، از مرکز تا استوپا تقریبا 6 کیلومتر فاصله داره که در شمال غربی شهر چاریکار استوپی تو در هیراز موقع کرده و سرک کیره که ما شما میبینیم مستقیم با استوپا وصل است و این سرک که قیر شده تقریبا 3 سال پیشتر به خاطر اهمیت این استوپا مستقیم به خاطر ارزش و اهمیتی که داره گردشگرای داخلی و خارجی می آمدن اینجا و مولهاز این سرک قیر شده که خیلی به اهمیت استوپا افزوده است. یک قسمت کمتر که در نزدیک استوپا به طور خامه باقی مانده دلیلش این است که به احتمال قوی که در مسیر این سرک در تپا هنوز هم آثار باستانی زیر آوار گیر مانده باشه، به مو خاطر به خاطر از اینکه وسایط ثقیله صدمه نرسانند برای آثار باستانی به مو لحاظ او به شکل خامه باقی مانده. با شما بهتر معلوم است که استوپا یک مبدگاه مهم که گفته میتونیم که یک شهر بزرگ دوره بودیزم بوده. در این قسمت ها اوغندی ها را که ما شما میبینیم به شکل تپگک های کوچک او هم زیر از او هم آثار باستانی موجود است، مثل مستوپه شاید مستوپه کوچکتر از او باشه. اتاقایی که برامو آموزش و امو مذهب بودیزم به کار می گرفتن شاید در اینجا به نظر به گفته باستانشناسا اینجا موقعیت داره، در اون طرف هم موقعیت داره. یعنی گفته میتونیم که استوپا یک کمپلکس خیلی بزرگ معبدگاه دوره بودیسم بود است که در این ساحه ایراز موقعیت داره. استوپا که مربوط قدامت تاریخیش نزدیک به 2000 سال قبل است، این مربوط به دوره بودیزم و کوشانیا بوده. پیروای بودیزم که در این مسیر رفت آمد داشتن این موقعیت انتخاب کردن به خاطر اعمار چونین یک ساختمان بزرگ و جذاب که برمیگرده روایت های نظر به روایت های تاریخی. استوپا که یک مدور شکل است یک مبدگاه بودیزم دوره بودیزم است، به می خاطر نظر به موقعیتی که اینجا بهتر بود به خاطر اعمار همچو یک معبدگاه اینجا را انتخاب کردن. اصلا استوپا بوده، استوپا دره بوده که به خاطر از اینکه تلفظ از این آسان شود سینش حذف میشه از طرف مردم، باز این را به نام تپدره یاد میکنن که تلفظش آسان شود. گفتیم که این 2000 سال قبل قدامت تاریخی داره، مربوط به دوره بودیزم بوده. اصل فلسفی از این است نظر به روایات تاریخ که امو پیروای بودیزم از جسد بودا یک یا به عنوان یادگار یا استخوانشه یا قسمتی از استخوانشه یا مویشه یا دندانشه به عنوان یادگار دمو قلمرویی که داشتن در کشورهای مختلف به عنوان یادگار او را دفن میکردن که یکی از او معبدگاه اینمی استوپی تپدره است. به احتمال قوی که یکی از اعضای بدن بودا اینجا دفن شده باشه، مثل استخوانش یا دندانش یا مویش. این در ابتدا نظر به روایات باستانشناسا در ابتدا به شکل یک کوچک بوده، به شکل بزرگ نبوده. با مرور زمان نیره باز اینا توصیه دادن که به شکل فعلا ما شما میبینیم به این قسم قرار گرفته. هزینه ساختمان از این استوپا تقریبا 800,000 دلار به اینجا به مصرف رسیده. ساختمان ها و ساختمان های که مربوط به آثار باستانی میشه از این اطراف از این برآمد. در حدود بیشتر از 100,000 آثار از این به دست آمد که فعلا در موزیم محلی ولایت پروان نگهداری میشه. این استوپه ای بدنی از این پر از سنگ و از سنگ و گل و موادی است که در سابق کار گرفته میشد. داخل خود استوپه خالیگاه نداره، پر از زنیم مواد ساختمانی است، ولی روایت های مختلف وجود داره. نظر به پروفسورهای تاریخ و دانشمندا که احتمال قوی وجود داره که داخل خود استوپه در پایینتر کدام خالیگاه وجود داره. قسمی که ما شما میبینیم در طرف غرب استوپه محلی است که آین پوش شده. اوجا در زیر آین پوش اتاقها که مربوط به آموزشگاه دوره بودیزم بوده، اتاقها مثل حمام اینا در نتیجه حفریات برآمده و تقریبا اثر پای 4 بت که خرد و بزرگ است اوجا از زیر گل بیرون برآمده که میتونیم گفته که هنوز هم تحقیقات بیشتر باید صورت بگیره که به احتمال قوی اثرهای باستانی و تاریخی زیادی در اون ساحه وجود داره که انشالله در نتیجه حفریات او بیرون مبراه. بعد از این انشالله ما شما طرف تپه گلغندی شهر چاریکار میریم، اوجه را میبینیم از نزدیک که همیشه برای شما و بینندگان عزیز به معرفی خواهیم گرفت. گلغونډي د دغه ولایت په مرکز کې یو له مشهور او تفریحي سیمو څخه ده چې ارغواني ګلونه یې د شاعرانو لخوا استایل شوي او د پسرلي په موسم کې له کابل او نور ولایتونو خلک راټولیږي او دلته تفریح کوي. بالاخره کلیوال صاحب ما شما به تپه تفریحی گلغندی که در غرب شهر چاریکار در دامنه کوه موقعیت داره رسیدیم. این تپه از گذشته ها که تقریبا نزدیک به 2000 جریب زمین مساحت داره دارای بوته های ارغوان است که در گذشته بوته های ارغوان خیلی انبوه بود که تا نظر به گفته برخی از باشندگان شهر چاریکار حتی حیوانات وحشی اینجا زندگی میکردند. این تپه تفریحگاه مردم ولایت پروان به خاطر مو جذابیت خاص خود که داره حتی از سایر ولایت کشور از کابل از ولایات جنوب از ولایات شرق شمال اینجا به خاطر تفریح و سیاحت مردم در موسم گل ارغوان اینجا میان و تفریح میکنند. تپه گلغندی پیشتر ذکر کردیم که دارای بوته‌های ارغوان است که گل ارغوان در موسم بهار به موج خود میرسه که یک زیبایی خاص به این محل اهدا میکنه. یک طبیعت زیبا، فضای گوارا داره. سیاحین داخلی و خارجی اینجا میآیند، همه ساله در موسم گل ارغوان اینجا به تفریح و سیاحت میپردازند. قسمی که شما میبینین این تپه تفریحی، در این تپه تفریحی سایبان ها است که از طرف ادارات دولتی ایمار شده، هتل ها است که از طرف اداره شاروالی ایمار شده، میمانخانه ها است به خاطر پذیرایی مهمان ها که بتونه به مو سهولت و آرامی ایجا سپری بکنن. به خاطر جذابیت ازی، به خاطر زیبایی خاص ازی که به خاطر ازی که یک ارزش خاص خود داشته، در گذشته ها میله ها گرفته می شد. مردم، شاعرها، فرهنگی ها، نویسندگان اینجا مو برنامه های فرهنگی خود برگزار می کردن. در سال 1327 در یکی از نشست های فرهنگی شعرا و نویسندگان ایجاد یک محفل مشاعره بوده که باز یکی از شاعرای پشتوی نامدار کشور به نام بهایی جان آقا پیشنهاد میکنه که امی تپه به نام گلغندی یاد شود که مورد تایید همه شعرا و نویسندگان قرار میگیره و از همو زمان تا به امروز به نام تپه گلغندی یاد میشه. همچنان به خاطر ازی که بیشتر ارزش داده شده باشه برای زیبایی این طبیعت، 12 سال قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر خواست مردم ولایت پروان جشنواره ملی گل ارغوان را به رسمیت شناخت، تصویب کرد که از امو سال به این طرف در موسم بهار همیشه جشنواره گل ارغوان برگزار میشه که در جشنواره برنامه های مختلف هنری و فرهنگی برگزار میشه، مثل مشاعره، مثل نمایشگاه صنایع تولیدی، مثل نمایشات ورزشی. اینجا با یک برنامه خاص خودش برگزار میشه که مورد توجه اشتراک کنندگان قرار میگیره. تپه تفریحی گلغندی در یک موقعیت قرار گرفته که مورد توجه همه سیاحین قرار گرفته. بدون شک از لحاظ اهمیت اقتصادی بر مردم خیلی تاثیرگذار است که در موسم گل ارغوان که فعلا ما شما در این موقعیت قرار داریم، مردم دستفروشا حتی دکان‌های موقتی ایجاد میکنن، بازارچه ایجاد میشه که صدها نفر اینجا مصروف درآمد اقتصادی می باشند و یک برای مردم، برای دکاندار، برای کراچیداران، دستفروشان یک درآمد اقتصادی خوب می باشد. همچنان درآمد از عواید از برای دولت واگذار میشه که دولت عواید جمع آوری میکنه که یک از لحاظ اقتصادی یک محل مناسب برای عواید برای دولت می باشه. قسمی که میبینید در طرف جنوب غربی این تپه گلغندی یک قریب در دامنه کو موقعیت داره به نام خواجه سیاران اولیا که قریه خواجه سیاران اولیا یک قریه تاریخی و باستانی به شمار میره و همچنان اهمیت بیشتری قریه دهی است که در قریه خواجه سیاران اولیا زادگاه پدری امام اعظم رحمت الله علیه اوج زادگاه پدریش است که بنابر همون تحولات باز پدر و بابا کلان از اینا هجرت میکنن به طرف کشورهای عربی که مسکن گزین میشن به کشور عراق. خود امام اعظم رحمت الله علیه تولدشون در شهر کوفه عراق میباشه، ولی اینجا عمو مقبره زادگاه پدریشان، مقبره با عنوان مقبره خودشان، یک جایی که با عنوان مقبره است در قریه خواجه سیاران وجود دارد. دغه ولایت کې یو ډیر لرغونی بازار هم شتون لري. په اړه به له خاغلی روفي صاحب څخه واورو او وروسته به نوموړي بازار ته لاړ شو او خپلې په زړه پورې انځورونه به تاسو لیدونکو سره شریک کړو. بر شما بهتر معلوم است که ولایت پروان دارای ساحات تاریخی و باستانی شمار زیادی داره که از جمله بازار قدیمی چاریکار است که در قسمت شهری در قسمت شرقی چوک شهر چاریکار موقعیت داره. دایی بازار که قدامت از به 800 سال 700 سال قبل برمیگرده، کسب کارهای مختلف اوجا فعالیت داشتن، مثل زرگری، مثل بزازی، مثل چاق و سازی، مثل آهنگری، نجاری. به قسم چارچته بوده، یعنی سرپوشیده بوده که هر صنف بازار و دکاندارا علایده بوده که اوجا فعالیت میکردن و امون کار و کسب خود مصروف بودن. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې وړاندې د لرغوني بازار په اړه مو یادونه وکړه، دا د اوس په همدې بازار کې یو. دلته په دې بازار کې د چاقو جوړولو لاسي صنعت ډېر شهرت لري. راځئ چې له یو تن سره د چاقو جوړولو کاروبار او د دې لرغوني بازار په اړه واورو. بله، اسم من سید حسن فرزند خواجه احمد چاقوساست. این کوچه رگمیری به نام کوچه بازار کونه مشهور است یا کوچه چرمگری، دو نام دارد. کوچه قرامت تاریخی از 700 سال میشه. تاریخچه اولین بازار، بازار چاریکار، اینمی بازار بود. از سابقهش که بود بازازی بود، طلا فروشی بود. به مرور زمان چاقوسازی شد، بعد از چاقوسازی پرنده فروشی شد و چرمگری. اینمی کارهای مردم شده که اون بازار مشهور شده گه. امی کار دیگه از طفلی منمی کارم هست فعلا که کار دهی کار شدم 50 سال میشه. 50 سال از کار چاقو سازی شخصا خودم میشه. اینمی چاقوها را که میبینی دستای اینمی ها که اینمی شایلیه که پاک صفا دستا چاقوی می دسته ازی. دسته ازی از اینمی شاخ گواست. وزیر ما عرم میکنیم، تراش میکنیم، به این قسم دسته میکنیم، باز برای زی کتسون میشانیم، میره این را که شاندیم صفاکاری میکنیم. اینی گلده که چاقو مرد برنجه بچیم دیز از پرتو بود. چاقو از میسوان کونه یا میسوانه که ما کار میکنیم، کونه که میشه و چاقو میسازیم. وی برشدار ما خوبش میآید چون موادش خوبشه. دا چې پروان ولایت د چړو او چاقو جوړولو کې ډیر شهرت لري، ترڅنګ یې په دې ولایت کې یو شمیر میرمنې او نارینه هم د ټغر په اوبدلو بوخت دي. خو د سرمنو لاسي صنعت او د مریو کالي هغه توکي دي چې د دغه ولایت یو شمیر میرمنې بوختې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د چاریکارو د چاقو جوړولو صنعت او د لرغوني بازار په اړه مو واوریدل او ولیدل. له لیدلو مو مننه.